معرفی جوربرقی رباتیک که قابلیت پاک کردن خود را دارد، اداره همه امور خانه با واسطه ربات خانه‌دار، ظهور انسان‌های مصنوعی با پروژه نئون سامسونگ و نگاه به ربات پیبو در نمایشگاه CES 2020. سلام، احمد یوسفی هستم و شما بیننده تک تیوی آسیا برنامه تک نیوز هستید. در نمایشگاه CES 2020 یک دستگاه جوربرقی جدید معرفی شده. تا امروز دستگاه‌های رباتیک که به شکل جوربرقی عمل می‌کردن زیاد ساخته شده، اما هیچ کدام از اینا قابلیت پاک کردن خودش را نداشته. این دستگاه جدیدی که ساخته شده به نام نروال است که یک محفظه از آب داره در داخل خود که به خاطر پاک کردن فضای داخلی خود جارو از او استفاده میکنه. دستگاه نروال برخلاف دیگر جاروهای برقی شکل جعبه مانند را داره و دو دانه لوله آب در وجود داره که یکش به خاطر آب پاک است و یکش به خاطر آب کثیف، که زمانی که زمین را پاک میکنه اول با آب پاک زمین را پاک میسازه، بعد از اون مساحاتی که مواد که از زمین جای مانده اونا را توسط از اون قسمت که آب مواد کثیف را جمع‌آوری میکنه جمع میکنه. یکی از سخنگوهایی که این دستگاه را معرفی میکرد میگه که این دستگاه قابلیت را از ایره داره که بدون دخالت یک انسان کار خود را انجام بده و همچنین یک اپلیکیشن موبایل داره که کنترل از این دستگاه را ساده تر میسازه. قیمت دستگاه نروال تیتن $550 گفته شده. یک ربات جدید ساخته شده که شکل توپ تنیس را دارد. سازنده از این ربات کمپانی سامسونگ است و نام ربات هم بالی است. بالی میتونه که خانه های هوشمند را کنترل بکنه. خانه هوشمند وقتی ما صحبت میکنیم خانه هایی را میگن که تمامی اشیایی که در داخل خانه هستن به اینترنت وصل هستن و هوشمند هستن. مثلا پرده خانه هوشمند است، تلویزیون در خانه هوشمند است. همین قسم تمامی دستگاه هایی که در خانه وجود دارن به شکل هوشمند کار انجام میدن. این ربات که بسیار کوچک هم است و به یک اپلیکیشن موبایل هم وصل میشه و کارهای مختلف را انجام داده میتونه. از مربیگری به خاطر یک ورزش شروع تا اینکه مثلا حتی اگر صحت شخص خراب شه و به زمین بیفته و شماره های عاجل امبولانس اینا تماس میگیره. در کنار از این یک ویدیویی را که از این گجت به نشر رساندن نشان میده که این ربات مثلا وقتی صبح میشه پرده های خانه را به شکل هوشمند باز میکنه. در کنار از این وقتی که صاحب خانه مثلا در خانه نمی باشه و حیوان خانگی که داره میبینه که خسته شده برازو تلویزیون روشن میکنه. در کنار از این دیگه مسائل را هم که در خانه هوشمند وجود داره به صورت کاملا درست کنترل میکنه. کمپانی سامسونگ تا هنوز قیمت مشخص به خاطر از این ربات نگذاشته و هنوز هم معلوم نیست که آیا این ربات واقعا ساخته میشه یا نه. فعلا فقط یک ویدیوی کوتاهی از این ربات به شکل یعنی مجازی به نشر رسانده. و خبر بعدی ما در رابطه با یکی از پروژه هایی است که البته بالای از او هم شرکت سامسونگ کار میکنه. در نمایشگاه CES 2020 فقط یک ویدیوی از این نشر کرده. این پروژه هم ساخت انسان های مصنوعی است. یعنی وقتی پروژه یا آزمایشات تکمیل شوه سامسونگ قادر به این باشه که انسان‌های مصنوعی را بسازه که در هتل‌ها و در پذیرش و اینا کارهای خدماتی را انجام بدن. نام از این پروژه نیون است و در نمایشگاه استار بالای از این کار میشه. در ساختن انسان‌های مصنوعی از هوش مصنوعی کور آرتی کار گرفته میشه و در نمایشگاه استار بالای از این کار میکنن. این انسان‌ها قادریت به یادگیری کارها در کنار از این به حافظه سپردن و انجام عملیات را داشته می باشند. ما در اخیر می خواهیم در رابطه با ربات پیبو بر شما معلومات بدم که البته هم در نمایشگاه CES 2020 معرفی شده. ربات پیبو منحیث یک ربات سرگرم کننده و خوشحال کننده شما کار میکنه. این ربات کم کم شاید در آینده ها جای حیوان های خانگی را بگیره. البته تنها وظیفه از این سرگرم کردن مو شخصی که صاحب ازی است نیست، بعضی از خدمات را هم انجام میده که مثلا میتونه که آب و هوا را ببینه و به شما خبر بده، نظر به مو اسکیجول کاریتان برتان بگه که شما مثلا قرار ملاقات دارید، ساعت بر شما بگه، تاریخ را بگه، حتی قابلیت پخش آهنگ ها را هم داره. این ربات 30 سانتی متر قد داره، در کنار از این 1 GB رم داره و یک پردازشگر 4 هسته ای داره و بیتری از این هم 3400 میلی امپیر در ساعت است. تشکر از این که ویدیوهای ما را میبینین. خبرهای از این هفته ما کلش در رابطه با ربات ها بود که در نمایشگاه های مختلف معرفی شده بودن. اگر کدام نظری دارین میتونین در قسمت کامنت با ما شریک بسازین. تا ویدیوی بعد و هفته بعد خدا نگهدار.